سلام، به سرویس خبری امروز خوش آمدید. سرخط خبرها: دو مرد افغان به اتهام قتل خواهرشان در برلین بازداشت شدند. شمار اسلامگرایان خطرناک در آلمان کاهش چشمگیری داشته است. واکسیناسیون مانع مرگ 38 هزار نفر در آلمان شده است. مشروع اخبار: دو مرد افغان به اتهام قتل خواهرشان در برلین بازداشت شدند. سرانوالی محلی برلین دو جوان 22 و 25 ساله افغان را به ضمن قتل خواهر 34 سالهشان بازداشت کرده است. هر دو مرد جوان اکنون در قید تعلیقی به سر می‌برند. پلیس برلین روز جمعه گفته است که خواهر 34 ساله آنان که از همسرش جدا شده بود به تاریخ 13 جولای در برلین به قتل رسیده است. به گفته پلیس، جدایی خواهر این دو جوان مطابق تصور آنان از اخلاق نبوده است و تحت عنوان قتل ناموسی او را کشتند. این دو برادر و خواهر از چند سال به این سو در آلمان زندگی می‌کردند. بر اساس منابع پلیس، هر دو مرد مظنون روز چهارشنبه بازداشت شدند. آنان قبلا جسد این زن جوان را در یک بکس مخفی کرده و با قطار به ایالت بایرن بردند و آنجا دفن کردند. پلیس در ابتدا این زن جوان را که مادر دو فرزند بود، به عنوان مفقود جستجو می‌کرد، اما بعداً تحقیقات پلیس نشان داده است که این زن به قتل رسیده است. بررسی‌های فیلم‌های ویدیویی، ارزیابی ارتباطات تلفنی و اظهارات شاهدان عینی مواردی بودند که سرنخ این قتل را نشان دادند. و روز پنجشنبه کمیسیون جنایی ایالت بایرن نیز جسد یک زن را پیدا کرده است که احتمالاً جسد همین مفقود خواهد بود. اکنون این جسد به طب عدلی سپرده شده است. شمار اسلامگرایان خطرناک در آلمان کاهش چشمگیری داشتند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور آلمان، شمار اسلامگرایان خطرناک در این کشور در قیاس با سال 2018 کاهش یافته است. بازگرداندن اسلامگرایان خطرناک به کشورهایشان و شکست داعش در سوریه علل این موضوع اعلام شده است. مقامات پلیس فدرال آلمان اعلام کردند که تعداد اسلامگرایان خطرناک در این کشور نسبت به چند سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. این در حالی است که اعلام این خبر به معنای آن نیست که خطری از سوی این گروه از افراطگرایان متوجه جامعه آلمان نیست. دولت آلمان در پاسخ به پرسش بنیامین اشتراسر، یکی از سیاستمداران حزب دموکرات آزاد، اعلام کرده است که در ماه جنوری سال جاری پلیس فدرال آلمان مجموعاً 564 نفر را به عنوان اسلامگرای خطرناک شناسایی کرده است. این در حالی است که تعداد اسلامگرایان خطرناک در آلمان در جنوری 3 سال پیش 774 نفر اعلام شده بود. باید یادآور شد که در آلمان حدود 29 هزار نفر به عنوان اسلامگرا ثبت شدند. اسلامگرای خطرناک به آن دست از نیروهای افراطی مسلمان گفته می شود که از آمادگی برای قانون شکنی تا حد ترور برخوردارند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور آلمان، دو دلیل باعث کاهش شمار اسلامگرایان خطرناک در آلمان شده است. یکی بازگرداندن این دست از اسلامگرایان به کشورهایشان و دیگری شکست دولت اسلامی یعنی داعش در سوریه. واکسیناسیون مانع مرگ 38 هزار نفر در آلمان شده است. نتایج یک پژوهش در آلمان نشان می‌دهد که واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 جلوی مرگ هزاران نفر را گرفته است. این پژوهش می‌گوید در همان ماه‌های ابتدایی پس از آغاز واکسیناسیون تأثیر آن در کاهش تلفات کرونا آشکار شد. مؤسسه روبرت کوخ شنبه 7 آگوست نتایج یک پژوهش را منتشر کرد که نشان می‌دهد کارزار واکسیناسیون عمومی در آلمان و شکل محسوسی در کاهش ابتلا و موارد مرگ در میان مبتلایان به بیماری کووید 19 مؤثر بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، پژوهشگران این مؤسسه با استفاده از یک مدل محاسباتی به این نتیجه رسیدند که واکسیناسیون جلوی مرگ 10 هزار نفر را گرفته است. نویسندگان این طرح تحقیقاتی میگویند داده‌های ارائه شده از سوی آنها نشان می‌دهد که سودمندی فوق‌العاده واکسینه کردن شهروندان برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در همان 6 ماه و نیمی که از آغاز واکسیناسیون گذشت آشکار شده است. برآوردها حاکی از این است که در موج سوم پاندمی در آلمان جلوی مرگ 38300 نفر گرفته شده است. افزون بر این، واکسیناسیون مانع ابتلای 706 هزار نفر، بستری شدن 76 هزار نفر و انتقال 20 هزار نفر به بخش مراقبت‌های ویژه شده است. در گزارش آرکی آی آمده است اثر بخشی بالای کمپین واکسیناسیون علیه کووید 19 به شکل آشکاری نشان می‌دهد.
می‌دهد که واکسینه کردن شهروندان راه خروج از پاندمی را هموار می‌کند. آلمان در حال حاضر در آستانه موج چهارم پاندمی کرونا قرار دارد. مؤسسه روبرت کوخ می‌گوید برای اینکه شدت این موج تا حد ممکن پایین نگه داشته شود، لازم است تزریق واکسن به شهروندان در حد امکان افزایش یابد. واکسینه شدن کامل 54% جمعیت این مؤسسه بر این نظر است که برای رسیدن به ایمنی جمعی لازم است 85% شهروندان 12 تا 59 ساله و 90% افراد بالای 60 ساله واکسینه شوند. بر پایه تازه‌ترین آمار منتشر شده تا 5 آگوست در مجموع حدود 62% کل جمعیت آلمان دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند و نزدیک به 45 میلیون نفر اندکی بیش از 54% به طور کامل واکسینه شدند. در هفته‌های اخیر استقبال از واکسیناسیون کاهش یافته. با این همه روز پنجشنبه حدود 485 هزار دوز واکسن در آلمان تزریق شده است. میزان واکسن‌های تزریق شده در روزهای مختلف هفته متفاوت است. مطابق آمار مؤسسه روبرت کوخ در هفته منتهی به 6 آگوست به طور میانگین روزی 367 هزار دوز واکسن در آلمان تزریق شده است. این بود خبرهای مهم از آلمان. اگر می‌خواهید تازه‌های آلمان را بشنوید، چینل ما را سابسکرایب کنید. گزینه زنگوله را فشار دهید تا از تازه‌های این چینل با خبر شوید و لایک زیر این ویدیو فراموش نشود. از همراهی شما سپاسگزاریم.